بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی همراهان همیشگی برنامه خودتان در وقت بیداری خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما خوبان باشیم و بر رسم سه ها در محضر سرور عزیز من هستیم حجت الاسلام و المسلمین حجای رسولی سلام علیکم بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین موفق و پیروز بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز و شادکام باشین شما بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی این دردها و آلام و مشکلات و گرفتاری هایی که برای جامعه ما خلق شده به زودترین وقت ان شاء الله رفع شود خدمت هستیم خیلی خوش اومدید استاد سلام باشین ان شاء الله متشکرم ما آرزوی سلامتی برای شما داریم ما هم برای شما ان شاء استفاده کنیم و بینندگان محترم به جواب سوالات چند برسن ضمن که در حال هنوز او شرایط غم و اندوه در کشور ما هست و, و بعضی از خانواده ها داغ دارن با اونا بازم تسلیت میگیم و که انشالله خداوند متعال به اینا صبر ناید بفرماید و دولت مردم ما بیشتر بتونه همت کنن مردم کمک کنن به اینا اصلا در زمینه چون هنوز هم بازم ترس ها و روب و وحشت هست و داره تکرار میشه کم کم اگر توصیه به بینندگان عزیزمان تسلی چیزی دارین داشته باشیم برش از سوال است بسیار عالی خوب فرمودین خدمتان است کنم جناب سیدی و بزرگوار و بینندگان عزیز ما در ابتدای برنامه در سه ساحه یک سری مطالب را عرض می کنیم یکی در نسبت به کسایی که به این مشکلات و گرفتاری مبتلا شدن یعنی نعم. عزیزان خودشان از دست دادن خانه خودشان از دست دادن امکاناتی که داشته اینا از دست رفته بالاخره چیزی که از دست رفته و نمیشه بی که پدر انسان زنده شود مادر انسان زنده شود اشتکای انسان یا هر کسی که انسان از دست داده اینا زنده شود خود نمیشه امکانش نیست بنابراین در چنین شرایطی توصیه قرآنیه که واستعین به و, السلام. و انسان از صبر و از نماز در این زمینه چی بگیره کمک خمک بگیره بالاخره اتفاقی افتاده حالا به هر دلیلی به هر علتی اتفاق افتاده یک سری عزیزان از عزیز دست رفته و جناب حسینی اگر ما صبر نکنیم چی کنیم مثلا بنده یا هر کسی دیگه عزیز از دست رفته خب اگر من نگم انا لله و انا الیه راجعون که اگر انسان طبق نص سری قرآن اگر مصیبتی بر او آرز شود به جای از اینکه جزع کنه فزع کنه به سر و صورت خود بزنه و بعضی از خود دیدین دیگه در بعضی مجالس برخی ها از خدا شکایت میکنه که مثلا فقط ما بودیم ما را گرفتار ساختی کسار دیگه نه قرآن میفرماید که اگر کسی مصیبت بر او رسید بگه انا لله و انا الیه راجعون وقتی رقم گفت انسان میگه علیهم صلوات من ربهم و رحمه وقتی که با این وضعیت گفت ان لله و انا الیه راجعون خدا می خداوند میگه ما بر اونها درود و رحمت و سلام و صلوات خودمانه میفرستیم پس چاره غیر صبر نیست ای که جزع و فزع و سر زدن و داد فریاد کردن و غال مغال کردن مشکلی از مشکلات ما را حل, حل نمیکنه نمی این یک ساحه و نسبت به ام. کسایی که مشکلات به گرفتاری ها برای اونها خلق شده ساحه دوم کسایی که الحمدلله بالمنه من در اقصا کشور و جهان اسلام و جاهای دیگه زندگی میکنن ایست که باید به با کمک ای کسایی که در این زلزله دچار آسیب شده دچار مشکل شده پیش خب قرآن الا الله نسبت به این قضیه حرف داره سخن داره روایات معصومین روایات پیامبر گرامی اسلام و رفتار پیغمبر و ائمه و صحابه مه. دال که در این گونه مشکلات و گرفتاری خب دست هم نوع خودشان می قرآن جای جای قرآن هست یک جای خدای تبارک و تعالی در سوره زاریات ظاهرا وقتی که مؤمن را توصیف میکنه میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم مه. مؤمنین کسانی هستند که در اموالی که خدای تبارک و تعالی به اونا عنایت کرده لطف اه. کرده در قرار داده میگه حقی برای سائل و محروم و چه محرومی محروم تر از این بندگان خدایی که اه. با این وضعیت در مخمسه گرفتار شده و جای دیگه هم میفرماید خدای تبارک میگه و من مما مم رزقناکم من قبل ایات احدکم الموت میگه انفاق کنید در راه خدا قبل از اینکه مرگ و سراغ شما بیا بیاید ای که تا دستت رسد کاری بکن, قبل از آنی که از تو ناید هیچ, کار پس بنابراین ما توصیه به این حرف شدیم جای دیگه هم خدای تبارک و تعالی می که لن تنال البر حتی تنفق مما مماتح به مقام بر و بزرگواری نمیرسی مگر از او چیزایی از 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 دوست که دوست داری ای تو نشه که ما یه خیمه پاره و پوره و در بدر و خاک بسر دارم بگم خوب برو می خیمه را بیتی برای زلزله زده های هرات یا یک کدام فرش بسیار می رنگ و رویش رفته او رو خوب زمین داختیم او رو زمین دا. یا کدام ام. چیزی به درد نخوره نه ای فایده ای نداره ای صاحب دوم ما نسبت به کسای دیگه و صاحب سوم توجه به دولت مردانه کسایی که فعلا مدیریت افغانستان و دست دارن باید او به اصطلاح پول ها و سرمایه هایی که از خارج داخل میشه برای کمک و کسایی که از داخل افغانستان این سرمایه ها رو جمع میکنه و کمک جمع میکنه اینا مدیریت شوه <applause> یک وقت خدای نخواستن و چون در جامعه است هر رقم مردم است بله. که از آب گلالود مایی بگیره ممکنه که این سرمایه جمع شده چه امیدی جمع شده و روان شده ولی خب نرسده درد گفت مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری مردی انشالله که این مردانگی هستش در وجود هموطنان ما و خداوند توفیقشان بته تا زیادتر بتونه کمک کنن خب باید ازش صد بریم سوالات عزیزان من نداشته باشیم اولین سوالی که خدمتتون مطرح میکنیم بیننده محترمان به نمبر مثبت 93 700 چهار نمبر آخر ۵ پی، و نوید و پنش. سوال کردن که آیا نماز آیات میشه که به جماعت خوند؟ بله جناب سینی و ای بیننده عزیز نماز جماعت چون از نمازهای واجب است و یک مقداری او نوع دوم خواندنش هم که سخت ترک است میشه ایر به جماعت خوان اما نوع دومش هم که در رکت اول انسان بعد از اینکه حمد خوان یک سوره چند قسمت میکنه پنج, پنج قسمت, قسمت, میکنه ممکنه برای مردم عوام و کسایی که سواد خوب نداشته باشه یک مقدار گیج کننده باشه بنابراین اگر یک شرایطی بود که نماز سلزله یا نماز خصوف و کسوف رو با؟ جماعت خانده هیچ مشکلی نداره اصد کدام نماز ج... نماز واجب که خب سر جای خودش هست نماز مستحبی دیگر هم نماز مستحبی, مستحبی جماعت... مطلقا جناب حسین صاحب به جماعت خانده نمیشه. مگر که نمازی که نماز عید سعید فطر است و نماز عید سعید قربان این دو تا نماز با آن که فعلا اینا مستحب هستند اما میشه به جماعت خان علتش چیه علتش نیست که اینا در اصل خودشان چی بوده واجب بوده در اصل خودش واجب بوده و همچنین نماز جنازه هم به جماعت استاد میشن میخوان اما نه جماعتی چون تمام اون ذکرهایی را که امام میگه ما هم باید اونا رو چکار کنیم؟ تکرار کنیم دارد. بقیه نمازهای مستحبی ما نداریم که نماز مستحبی را به جماعت, بخوایم. همین بیننده ما سوال دومشان روان <coughs> کردن که آیا نماز آیات قضایی دارد یا نه؟ خب نماز آیات در مستقای مختلف ممکنه برای ما چی شود؟ واجب شوه یک وقت مثلا عامل زلزله است یک وقت عاملش ماه گرفتگی است یک وقت عاملش خورشید گرفتگی است و چیزهای دیگه حضرت آیت الله ما سیستانی حفظه الله تعالی میفرماند که نماز آیات به اون تایمی که زلزله ایجاد میشه واجب است و او تایمی که ملحق به همین تایم است نزدیک به همین تایم است 4 دقیقه 5 دقیقه بعد از اینکه زلزله آرام شد انسان باید نماز چی کنه بخونه که اگر در زمان زلزله و در او زمانی که نزدیک به زمان چی بوده زلزله بوده انسان نماز آیات الله دیگه بعد از چیزی به انسان واجب نیست و اما نماز آیاتی که از طریق خسوف که ماه گرفتگی باشه و خسوف که خورشید گرفتگی باشه به انسان واجب میشه او هم در صورتی که انسان رو ببینه این یعنی باشه در همون محیطی که ای ماه و خورشید گرفته میشه حالا اگر او زمان نخوان آیا با گردنش واجب هست یا واجب نیست حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی میفرماید که در صورتی که ما و خورشید گرفتگیش به صورت کامل باشه دیدین گای گرفتگی کامل صورت میگیره اما گای گرفتگی نصف نیمه است یعنی نصف ما یک سوم یک سبوم، یک چهارم ماه میگیره یا یک سوم یا یک چهارم خورشید میگیره در صورتی که کامل نباشه بازم چیزی واجب نیست ولی در اون منطقه ما باشه ولی در اون جای ما باشه ما بعدا متوجه بشیم چیزی به گردن ما واجب نیست ولی اگر ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی به صورت چی باشه کامل باشه بعدا متوجه شیم باید حتما چی کنیم قضا کنیم بله در نماز آیات دشن وضو اینا شرط است نماز آیات مثل نماز واجب است تنها نمازی که گفتیم اصلا نماز نیست اه اه مثلا تسامحا بهش نماز میگن نماز جنازه نماز یا صلاة جنازه یا نماز میت اوست که درش تهارت چیزا شرط نیست نست. بقیه تمام نماز درش تهارت و پاکیزگی و وضو داشتن شرط مگر کسی که نتونه وضو بگیره کدام مشکلی داشته باشه گرفتاری داشته باشه که باز او گفتیم با تیمم تیم کردن مشکل حل میشه بله استاد ببخشید دلیل. شادی سوال به ذهن ازن خطور کنه که این خوی نماز آیات که واجب میشه در لحظه حال بعدن قضا یمنان فهمیدن که نداره <تص> نه نماز و نماز زلزله مل. خب اگر قضایی هم نداره خب میگه اگه خاندی خاندی نخاندی نه اصلا نیست ده. که اگر شما خاندی نخاندی اگر نخاندی نخاندی در اون تایم یک نماز به شما واجبه یا دمون لحظه یا اون لحظاتی که به این لحظه زلزله چسبیده است و نزدیکه باید انسان بخواند و اگر کسی نخوانه یک واجب رو نخوانده بنابراین نمیتونه بگه خب دیگه که نشد،, نشد فقط شاره مقدس است که از ما و شما قضا را نخواسته منطبع برای از که او واجبی از ما ترک شده و بالاخره یک کار اتفاق افتاده ما باید استغفاری یک کار رو باید چیه انجام بدیم و ازی که یک واجب رو ترک کردیم نباید خوشحال باشیم بلکه باید انسان اندوهناک باشه که بالاخره یک واجب از گردن از او نتونست انجام بده خب سال محترم به اتفاق شما محترم و بینندگان عزیز من سر میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود همراه ما باشید oh <laughs> oh uh -huh. سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم خب استاد محترم نمبر مثبت 98 920 4 نمبر آخر 22 65 بیننده عزیز ماست که سوال کردن آیا میشه از سهم مبارک امام زمان علیه السلام برای زلزله زدگان کمک کرد؟ خب اتفاق افتاد در افغانستان عزیز و در ولسوالی زندجان و ولسوالی های اطراف هرات و خب تعداد بسیار زیادی از بینن از هموطنان عزیز ما کشته شدند، آواره شدند، بی خانمان شدند خب در این زمینه مرجعیت ازام تقلید حضرت لازم کلال سیستانی حفظ الله تعالی فتوا دادند که بله کسایی که در افغانستان هستند شیعانی که در افغانستان هستند و میتونن از سهم امام کل سهم امام در این قضیه اختصاص بدن زمان. و کسایی که خارج از افغانستان هستن مثل در جمهوری اسلامی ایران و جاهای دیگه فرمودن که نصف سهم امام میتونن به این قضیه اختصاص بدن و این نیست مگر از باب دلسوزی و اشرافی که مرجعیت نسبت به این مطلب و نسبت به مسائل جهان اسلام داره نه. خدا و را وجودشان از بلا حفظ کنم الله و اما بیننده محترمان برنامبر مصبت 98 915 347 یک سال پرسان کردن که سال چون یک ظرافتی داره بله بخیر دقیق هستنی بینن ایمان انشالله که پای گیرنده باشن و ببینن این برنامه رو آیا خب هم تو که دیده میشه عزیزانی که توفیق دارن و طلبگی میخوانن و به لباس شریف ملبس شدن خب به امرار معاششان از طریق اما مایانه و شهریه است که از وجوهات شرعیه وجوهاتی که از دفاتر مراجع داده میشه و خب نوعا این وجوهات هم از وجوهاتی که مردم خوب دادن به اینا حالا یا سهم بوده خمس بوده چه بوده آیا ای عزیزان که بر حال قسمت از درامت چون از خودشان وجوهات بوده بگردن اینا وجوهات مثل خمس میایه یا نه باید بتن در این زمینه یک مقدار فتوای برخی از براجه فرق میکنه ما فتوای حضرت آیت الله علیه سیستانی رو در اینجا نقل میکنیم حضرت آقا میگه که ما یعنی خودی حضرت آقا میگه ما این وجوهات را و ملکیت طلبه ها در میاریم یعنی میگیم که ملک از اینا باشه بنابراین وقتی که ملک شد یک وقتی که میگم مثلا مای ما وجوهات را برخز براجع میگم میگم ام. ما اباحه تصرف میگیم یعنی میگیم که شما مباهی مشکل نداره میتونید از اینا چیکار کنید تصرف کنید ام. اما نه به عنوانی که شما چی باشی مالکش باشی شما فقط میتونی تصرف. تصرف کنی و خرج و مصرف و چیزای خود داشته باشی حضرت آقا میفرماند که ما به ملک طلبه در میاریم وقتی که به ملک طلبه در آورده شد شد خدمت تناس کنم که اگر اضافه با باقی مانده داشت چیز داره خمس داره بله در, در صورت, صورت اول چی در صورت اول ندیگه اون برخ از مراجع میفرمایند که او یعنی اباحه تصرف, تصرف داشته باشه بله او پس باید ببینن که از کدام تر... مرجع میگیرن چه رقم از داستانش بله بسیار مثبت 93 هفتاد هفت و سی, سی سوال کردن آیا دختر رشیده و کامله در ازدواج خودش به ازن پدر نیازمند است یا خیلی؟ خب این سوال خیلی زیاد پرسیده میشه جامعه با توجه مثلا دختر میگه خب من مثلا 20 25 سالم هست رشیده هستم بالغه هستم کاملا هم هستم و حتی نسبت به درآمد من مستقل هستم یعنی <applause> به تعبیری کار میکنم خودم کاسبی دارم به خودم هنر بلدم که از طریق من امرار معاشم میکنم یعنی خرجم از پدر من خرج من از پدرم نمیگیرم حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظ الله تعالی میفرمند که حتی دختری که با این منیمی وضعیت هست بنابر احتیاط واجب البته میگه بنابر احتیاط واجب در ازدواج باید اذن پدر و در نبود پدر اذن پدجد پدری شده ولی دختری که غیر از او هست مثلا درسته که مثلا 20 25 ساله هم هست اما از نظر اقتصادی مستقل نیست این بنابر فتوا باید اجازه پدر باشه یا او کسایی که مثلا سن نیستم نیستن 8 سال نو سال 10 سال هستن اینا به طریق اولا باید اجازه پدر داشته باشه حالا خب یک کم سخت میشه است که این ملاک چی رقم تعیین میشه شاید از نظر خب دختر او از نظر خودش به هر حال شرایط احساسات و عواطف ممکنه در سن سالی اتفاق بفته و او بر حال عاشق شده معشوقه شده و احساسات بر غلبه کرده و او احساس میکنه با, خودش به یقین رسیده که من همین شرایط دارم اینجا کدام معیار خاصی نیست ببینید جناب حسینی معیار اینه نیست که هر رقم باشه دختر چی با او سن رشیده رسیده باشه که از نظر اقتصادی هم کامل باشه و پولم خودش درآمد داشته باشه یعنی محتاج پدرم نباشه بازم بنابر احتیاط واجب اجازه پدر شرطه مگر در یک صورت این اجازه پدر ملغا میشه از بین میره و او ایست که دختر به سن ازدواج رسیده با همین وضعیتی که شما گفتی این سوالی که کردی هست از او طرف پدر به بهانه های واهی و بهانه هایی که به تعبیر سیله و خلاق قبول بله سیله و خلاق قبول نمید. بنا بانه بنی اسرائیلی مم. از ای که اجازه رو بده و مخالفت میکنه با ای در این صورت میفرمایند که اذن پدر و جد پدری ساقط میشه و دختر با توجه به مراجعه کردن به حاکم شهر میتونه خودش به حق او شخصی که دوست داره و البته خب تمام و شرایط باید مهیا باشه هم کف هم دیگر باشن از هر نظر یعنی دهور بریا بگوین که ولی این می ازدواج ازدواج خوبی هست اون پدر مخالفت میکنه در اینجا اذن و اجازه پدر ساقط میشه با توجه مراجعه با حاکم شهر مشکلی ندار یعنی میتونه ازدواج کنه بله یعنی پدر یا جد پدری نباشه در غیر حیات بیادر داشته باشه بیادر کلان داشته باشه میتونه که بسیار سوال خوب به است غیر از اس پدر و در نبود پدر جد پدری هیچ کسی بر دختر چی رشیده باشه چی غیر رشیده باشه ولایت نداره نه مادر ولایت داره نه کاکا ولایت داره نه ماما ولایت داره نه برادر و نه خواهر و نه عمه و نه خاله هیچ کسی ولایت نداره بله حالا چی میشه حالا یک نفر باشه که پدر و جد پدرین نیستش بله خب زیاد هستن بله خب اینجا اجازه به دست خودش است بله اجازه دست خودش است هیچ کسی تو این مراتبی که اجازه دست خودش است این مساوی با این نیست که با مادر و برادر و خواهر و, و کسای دیگه و کلانترای دیگه مشورت نکنه چرا مشورت در همه امور مخصوصا در اموری که سرنوشت ساز یعنی یک عبا نیست که من امروز بخرم و فردا اگه دلم نشود یه بار بندازم واسکتی که شما باشید یا که شما پوشیدید خود باشه فردا نباشه این خم خب نیست مشورت چیزی دیگری است اما ای که شرط ازدواج و درست بودن ازدواج اذن مادر باشه و اذن کسی دیگه باشه او چیزی دیگریست است نه ما با اونا مشورت میکنه دختر اما اجازه از اونها در عقد ازدواج شرط نیست yes. چون اجازه پدر که شرطه یعنی اگر اجازه پدر نباشه ای علق ازدواج ایجاد نمیشه باطل از نظر شرعی مم. ولی از کسای دیگه نه بسیار علی مثبت 92 43 بیننده محترم ما که سوال کردن آیا برای درمان برخی بیماری ها میشه از ادرار شطور استفاده کرد؟ خب ما نسبت به قضایی ها روایات هم هست که میگن ادرار شطور یعنی خوردن ادرار شطور برای تنگی نفس خوب است ما توصیه نمی کنیم مگه هست یعنی میرخم داستان ها هست فعلا در جامعه هم هست او چیزی که مهمه ایه که چون ادرار شطور نجس نیست وقتی ام. که نجس نباشه خوردنش حرام نیست خوردنش مکروهه اما اگر در صورتی که او واقعا برای برخی از بیماری ها خوب باشه که ای باید به با تجربه ثابت شده باشه یه ای رقمی نیست که مرکز از را رسید گفت مثلا این چیز بخور و به تجربه ثابت شده باشه که مثلا خوردن ادرار شطور برای تنگی نفس یا چیزی دیگر خوب است حتی اما کراحتش هم دیگه از بین میره یعنی هم نیست با عنوان دوایی رو انسان استعمال میکنن مشکلی خب نداره یکان چیز دیگه گفتمشه گفته مثلا سرگین بعضی از حیوانات مثل انبر نصار اینا هم هم نجس نیست, بنابراین اگر تبع انسان قبول کنه و به عنوان یک شیء مشمئز کننده مم. و یک شیء که بد انسان نیاره خب چون که نجس که نیست که مشکل خاصی نداره بنابراین ممکن کراهت داشته باشه همون هم گوشت اولاق و درازگوش گوش خوردنش مکروهه کراهتش هم نسبت به گوشت اسب شدید تره بنابراین همو عنبر نصارای هم که از او عنبر نصارای نصارای مم. چی و اسی هست در جامعه میگن و هم همو همون رقم است یعنی کراهت داره بنابراین حرام مم. نیست خب الان فهمودین باید نباید نجس باشه یا قسمت های حال از گسفندم هستش که بعضی میگن که برای بعد بیماری ها خوبه اونا که شاید حرامم هم باشه دنبالان منظور شماست بلد. یا همون به اصطلاح بیزه حرام است یعنی و ایرم شما در جنان باشین که ما روایت هم داریم در این زمینه که او چیزی که پلیده اونو پلید است نجس است به اصطلاح خوردنش حرامه او چیزی که پلید است و شرع مقدس خوردنش اجازه نداده قطعا در او دوایی هم نیست, نیست. مگر یک خیلی شرایط حاد واقعا امیر شرایط پیش بیاید بگه الا و لابد تنها داروی شبیه او از باب اکل میته است یعنی انسان یک جای از گرسنگی در حال مردنه میتونه از مردارم چی کنه استفاده کنه در حال تلف شدن از تشنگی میتونه از یک آب نجس هم چی کنه استفاده کنه او از باب ضرورت است وگرنه قاعده کلی ما نداریم چیزی که خودش نجسه خوردنش حرامه میراش صد چت خواهش میکنم بعض بینندگان ما یه بعضی برسه چون در فکر میکنیم اشاره هم شده در بعضی از آیات <تصفح> در مورد بعضی از شراب بله که بله گناه هستش ولی منافعی داره بله یه کمی منافعش اون جایی که میگه نه که برای بدن منفعت داشته باشه منافعش یعنی ای که تجارت است؟ کار و رو میندازه بالاخره شراب سازی هست شراب فروشی هست در خرید هست فروش هست این دیگه اینا یا اگر مثلا تخمیرش کنن که همین شراب گای از اوقات تبدیل به سرکه میشه گای تبدیل مثلا از این الکولی چی صنعتی نمیگرن که پاک است برای کارهای دیگه از او با منافع, منافع. نه که منفعتش این مثلا برای عقل منفعت داره برای کبد منفعت داره خود تمام کسایی که مال شراب می نوشد و بازار شراب فروشی و کاسبی شراب فروشی رو داره خود از اینا میگن که شراب از این فرق سره که شما بگیرید که ضرر داره تا نوک پای انسان هست برای تمام جای انسان چی داره؟ ضرر داره بحث. بسیار تشکر کنم سر محترم و همچنین از شما از که تا لحظه همراه برنامه خودتان بودین و شاید که باشین تا بعد از میان برنامه هم قسمت پایانی برنامه را در خدمت شما و محترم خواهیم بود سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و در قسمت پایانی برنامه و سوالاتی که از شما عزیزان مانده و از حضور استاد انشاءالله پرسان خواهیم کرد مثبت 93 78 32 62 بیننده محترم ما سوال کردن آیا فروش موی سر خواهران و بانوان جایز است یعنی در این زمین حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظه الله تعالی می که خود از این کار فی نفسه مشکل خاصی نداره مگر باز یک کدام مشکلات گرفتاری های دیگر ریزی خلق شود دیگه او گپ دیگر است مثلا این که در هنگام خرید فروش مثلا خانم استاد باشه مثلا این مردی که خریدار است اما موی بگیره مثلا در حال قیچی کنه خب قطعا کار ای کار حرامه یعنی بله. یک اجنبی یا یک بیگانه یا نامحرم دست به موی یک زن بزنه و موی زیر قیچی کنه یا یک پای دیگه نه خود از این کار فی نفسه اشکالی ندارد. نه بله و مثبت 93 19 27. حضور و شیرخانی بانوان در فضای مجازی با حفظ حجاب اسلامی جایز است یا نه و همچنین قرائت قرآن توسط بانوان حالا جدا کدام مجلسی خانمان باشه یا خانمها و آقایان خب در جایی که اگر که قرائت شعر برای خود خانمها باشه خود هیچ مشکلی نعم. نداره قرائت قرآنی باشه برای خود خانما باشه هیچ اشکالی نداره نعم. حتی خواندن روزه که تمام از اینا توان با نازک کردن صدا هست و به بهبود بخشیدن به صدا هست هیچ اشکالی نداره خانما به هر تا زمانی که والو غنا نشه که غنا بعضی مم. دیگه است موارد خاصی نمیشه ولی این نسبت به اون جایی که مختلط اصلی آقایون و خانمان نشسته و یک خانم میخواد یک شعر بخونه اجرا کنه یا خانم میخواد قرآن بخونه اگر به حالت عادی خوانده باشه با و خیلی جاها خوانده میشه و همین اینانسرا دارن این کارا رو انجام میدن خبرنگارا دارن این کارا رو انجام میدن جو مشکلی نیست ولی اگر قرار باشه که مثلا خب بگه بیا یک دشتی بخونیم و یا افشار بخونیم و صدا رو بالا رو نازک کنه در قرائت شیر و در خواندن شعر و همچنین در قرائت قرآن این رو که دیگه جاهز نیست این کار کار زن نیست جناب حسینی بزرگوار هر چی که همو عفت و پاک و مستور بودن زن خودش ارزشه بله میتونه حالت عادی هیچ مشکل خاصی نداره کسی این را نکرده ولی با اون وضعیت کیفیت دیگه جایز نیست م. و بعضی وقتا برمیگرد با اون برداشت که اون شخص از حجاب داره نفر میگفت همین دختره که خانده نکی خوده میکنه رویش پود است خب روی پود بودن حجاب شد اینجا وی خانده نک خود میکنه این صدای خود نازک میکنه صدای خودش به گوش نامحرم میشینه و نه اون در صورتی که با اون نازک کردن که حالت تهیج و اجزا را در بر داره, داره. قطعا جایز نیستن. نیست بر. نیست مثبت 98 19, 915 26 22 بیننده محترم ما سوال کردن آیا در حین غسل کردن اگر باد معده خارج شود یا پیشاب بیایه غسل باطل است خیر این خود غسل حدث اکبره یعنی حدث بزرگتر و این باد معده که گفتن و پیشاب یا ادرار که گفتن اینا حدث اصغره بنابراین ما وقتی که از حدث اکبر یعنی از جنابت و چیزا که غسل میکنه غسل غسل. خود غسل حدث نیست کارایی که غسل بله. واجب میکنه اونا حدث اکبره مثل جنابت مثل حیض، مثل نفاس مثل استعازه و مثل چیزای دیگه که مثلا مسه میت باشه خود از اونا حدث اکبره که غسل چی میکنه؟ واجب میکنه. پس در هنگام غسل که ما به خاطر حدث اکبر داریم چی انجام میدیم غسل انجام میدیم یک حدث اصغر از ما چیز بزنه سر بزنه غسل باطل نیست یعنی از اون شما دوباره غسل چی کو ادامه یعنی لازم نیست دوباره باز بری سر بشه رو گردن بشه رو راس طرف راست طرف چیه چپ نه اون مو غسل باید چی بدی ادامه بدی هیچ مشکلی نیست منتها این غسل دیگه با این غسل نماز خوانده نمیشه. نمیشه چون اگر در وسط از این غسل بادی صادر نمیشد پیشاب نمی آمد یعنی میرقم غسل چی میکرد ادامه پیدا کرد. ما میتونستیم باید می غسل نماز بخونیم یا قرآن را دست بزنیم یا او چیزی که درش وضو شرط میتونستیم انجام بدیم ولی چون این کار اتفاق افتاده آه. غسل باطل نمیشه وزو او حالت وضو حالت وضو دیگه از بین رفته. <تص> رفته باید وضو بگیریم بس. بسیار علی و مثبت افتاده و بیننده عزیز ما سوال کردن آیا تعداد قطعات کفن مرد و زن فرق میکنه یا نه البته خب من یک سوال اضافه میکنم که چند قطعه هستش که آیا ای فرق میکنه یا نه یا ای که اگر روی برخی از کفن ها آیات قرآن و دعاها و اسامی ائمه علیهم السلام نوشته شده آیا مشکلی داره یا نه در واجب کفن واجب بین زن و مرد هیچ فرقی نمیکنه یعنی سه قطعه کفن واجب است و چه جالبه که انسان از این دنیایی که برایش می جنگه این دنیایی که برایش همه تباش همه گرفتاری همه مشکلاتی همه جنگ و خونریزی و زدن کندن از یک فقط سه امانه. چیز می بره انسان یک لنگ این تقریبا می لونگی که در همه مردها دور خودشان می بندن خب از ناف تا پایین پایین، یعنی تا پایین زانو که اگر تا خود قدم برسه تا خود پای برسه کار خوبی است اینو میگن لونگ یکی دیگه پیراهن پیراهن یک پارچه است که وسطش سوراخ میکنن و گرد از گردن انسان مم. رد میکنن و یا مستحب که خدمت شما تازانوی انسان چیه برسه از جلو امیر خم از پشت سر این میگن پیراهن و یکی دیگه هم یعنی این دو تاره که به بدن انسان انجام داد یکی دیگر هم که زیر توار میکنه و از سرش هم میبندن از میبندن این میگن سر سری و سه قطعه بیشتر واجب نیست, نیست. اما قطعات مستحب خب میگن امامه برای مرد مستحبه و مقنعه برای زن مستحبه ران پیچ خب یک قضیه دیگه هست که ران می میپیچن حالا ما که دیگه اینجا آموزش نداریم که آموزش بدیم که چه رقم ران میپیچن ولی خلا ران پیچ است و به خاطر از که مثلا ران میت در حالت تعادل حفظ بشه و عورت علاوه بر عورت میت هم چی شوه پوشانده شوه ران پیچ است غیر از برای خانم ها یک چیزی به نام سینه یک مستحب است این مستحبات شست و, و اما اون سوال دیگه معمولا همین رقم هست فعلا در کفن ها اسامی خدای تبارک و تعالی دعاهای جوشن و چیزهای دیگر رو نوشته میکنن اسامی معیم مره منطقه این رو جای نوشته میکنه که بی حرمتی بیان نشه مثلا بیشتر قسمت هایی که بر روی سینه هست اینا نوشته بشه یا در سر تا سری امو پارچه ای که بالاخره آخر کار روی میت میپوشن در اونجا نوشته میشه بنابراین ایجش کالی نداره, نداره. بلکه این دعاها و اسامی ائمه اسامی خدای تبارک و تعالی به خاطر تیمن و تبرک است که مهم. با واسطه اسامی بزرگوار و با واسطه دعاها ان که عذاب از این میت اندکی بلد. کاسته شود یا اصلا عذاب نشود ولی خیلی خوب شد که توضیحات داد برای خودم من سوال بود خب و دیده میشه که از مشرف میشن به عتبات و جاهلیه خب کفنی میخرم برای خود بعضی چک میکنن بله که حالا ببینیم که کامل است یا نه یکی میگفتن کامل یا نه پس سه قطع قطعه قطعه بله واجب بس. بس علاوه بر اون مستحب باده همون جمعی که میگه کفن زنانه میخوای یا کفن چی مردانه میخوای با مستحبات شما بله بله. مستحب حالا استاد اگر کدام نفر باشه حالا یا وسواس داره یا دلش میکشه که دو کفن کنه مریضه <تصفح> شاید میتشاد بعضیا باشن دیگه چند تا پارچه دیگه هم دست رو چیز کنن خدمت تنرس کنه اگر مایت وسیعتی کرده باشه یعنی از مال خودش مم. چون انسان میتونه از سه قسمت مال یک قسمت برای خودش کلان چی کنه کنه در دفنش، در کفنش، در نمازش، در هر چیزی دیگه برای هر کسی دیگه میتونه اگر خودش از مال خودش وسیعت کرده باشه هیچ مشکلی نیست البته یه مادامی که سر از اصراف در نیاره مثلا چهار مرتبه طرف کفن کنه خب مصد در دیگه سه مرتبه کلن کمپلیت کفن کنی یعنی سه دانه لنگ سه دانه پیراهن سه دانه سر خود است دیگه اگر سر از اسراف در نیار یک دو مرتبه نفر وصیت کرده که مرا چی کنید کفن کنین هیچ کاری نداره ولی اگر طرف که وصیت نکرده باشه و از مالی گرفته میشه که صغیر مونده اینجی این خب قطعا دیگه جایز نیست اما یک واجبیش چی میکنه؟ کفایت میکنه بنابراین دو مرتبه کفن کردن او هم از مالی که صغیر در این مال هست یعنی ورسه چی ماده؟ صغیر مچای اشتک کودک جایز نیست ولی خب علاوه بر این که یک سر تا سری هست برد یمانی هم مستحب که این کار را انجام بدن اون مشکلی نداره کل رسول همین کفن کردن میت اگه هم رو واجب است بله کفن کردن بله یعنی ما وقتی که میتی از دنیا میره البته واجبش به صورت واجب کفاییه یعنی چی یعنی یک میت در یک جای یک مرده شد یعنی کسی از دنیا رفت و میت شد و مرده شد بر تمام امو کسایی که در اون منطقه هستن و بودو باشند، در یک قریه مثلا با گردن کلیگی از اینا اول که میگن تجهیز به اصطلاح شستن ازی که غسل دادن ازی کفن کردن ازی دفن کردن ازی با گردن کلی که چی میشه واجب, واجب میشه. میشه. ولی بعد از اینکه یک ایده به این کار اقدام کردن یک هفتش نفری ده نفری چهار نفری پنج نفری اقدام کردن که هفتش نفری یا ده نفر کمتر بیشتر از عهده از این کار چیه بر میآیند دیگه از گردن بقیه چی میشه؟ ساقه، میشه, میشه. یعنی میگن واجب کفایی یعنی کسایی که نسبت به امر اخدام کردن که کفایت کرد از گردن بقیه چی میشه؟ ساقط میشه بسیار متشکرم میکنم استاد محترم به پایان برنامه رسیدیم و میخواهیم از شما بزرگوار که در حق ما و بینندگان ما یک دعای بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل الفرج خدایا تو را با بری پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین قرآن آنچه خیر است بر امت اسلامی بر بشریت ارزانی بدار. آن شر است از جامعه اسلامی، جامعه بشریت رفع و دفع بفرما. آن ناجی، آن نجات دهنده را ظهورش را معجل بفرما. ما را از اول یارانش قرار بده. اللهم صل اللهم سلام محمد, محمد و محمد, 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 محمد فرجهم. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، عالمی منتظر گفتن بسم الله اوست. کاش میشد که باشیم کنارش یارش هر کجا هست خدایا به سلامت دارش تا دیدار بعدی همه شما از را به خداوند مهربان میسپاریم خدایا رو نگه دارتن. <applause>